پایگاه پشتیبانی کننده هوانیروز سپاه پاسداران جنوب کشور در شیراز افتتاح شد تا 6 استان جنوبی از مزیت‌های این پایگاه رزمی بهره مند شوند. پایگاه رزمی سیدالشهدا علیه السلام که بعد از پایگاه فتح کرج دومین مرکز پشتیبانی کننده هوانیروز در کشور است، ظرفیت انجام عملیات‌های مختلف در استان‌های فارس، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان، بوشهر و کهگیلو و بویراحمد را دارد. میتونه اکثر خدمات ترابری، شناسایی و رزمی و همچنین خدمات امداد در سطح جنوب کشور انجام بده. در این مجموعه همه امکانات و تجهیزات پشتیبانی کننده پیش بینی شده. بعضی از تجهیزاتی که در این پایگاه و گروه رزمی ایجاد شده در هیچ کجا از پایگاه ها، حتی از فرودگاه در فرودگاه مدرن کشور هم وجود نداره. سردار سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در مراسم افتتاح این پایگاه رزمی گفت مسیر پیشرفت متوقف شدنی نیست و هیچ راهی جز قدرتمند شدن و قدرتمند ماندن نداریم. آماده هستیم که به طیف متنوعی از تهدیدات در هر سطحی، از هر جهتی و با هر شدت و ماهیتی پاسخهای شایسته و درخوری رو ارائه بدیم. همونطور که باز عرض کردم، ظرف هفته‌های گذشته این رو ملت ایران و جهان مشاهده کرد. در پایگاه رزمی سیدالشهدا قابلیت نشست و برخاست همزمان 50 فروند بالگرد برای انجام عملیات‌های مختلف وجود دارد. قراره که به زودی فاز دوم پایگاه سیدالشهدا علیه السلام در کنار همین مجموعه افتتاح بشه تا بالگردهای بیشتری قابلیت نشست و برخاست در این پایگاه رو